برام خداوند بخشاینده و مهربان سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شاگردای عزیز. امید همیتان جور و صحتمند و سلامت باشین. به جلسه ششم مضمون ریاضی خوش آمدین. به ادامه درسای گذشته شاگردای عزیز، حالت دوم میخوانیم زمانی که ای خلاف یک باشه ای ترینوم ها را چطور به دو قوس تجزیه میکنیم. اول دو اکس مربع را تجزیه میکنیم به دو اکس و اکس، عدد شش را تجزیه میکنیم به سی و دو. علامه باید قسم تنظیم کنیم که با هم ضرب کنیم به شکل چلیپا، حد وسط به دست بیه. پس ایناله سیر منفی میگیریم و دورم مثبت میگیریم، ای رو با هم ضرب کنیم، ای میشه مثبت 4x، ای میشه منفی 3x. اگر جمع کنیم مثبت x، یعنی حد وسط به دست میه. پس تجزیه ازی به دو قوس است، قوس اول 2x منفی 3 و قوس دوم میشه x مثبت 2. سوال دوم دقت کنین شاگردا، ای رو تجزیه میکنیم به 2y و 2y و ای رو 4 هم تجزیه میکنیم به 1 و 4، هم علامه منفی و منفی. خب اگه اینا رو با هم ضرب کنیم میشه منفی 8y و منفی 1 ضرب 2y هم میشه منفی 2y. اگه اینا رو با هم جمع کنیم منفی 10y میشه. پس یک قوس میگیریم، اول کوچکش میگیریم، 2y منفی 4 باز 2y منفی 1. ما تانستیم ایترینوم هم به دو قوس تجزیه بکنیم. با مثال سیوم دقت کنین شاگرده عزیز، مثلا اگه تو یک سوال داشته باشیم میره چی تو تجزیه میکنیم 6x مربع را به 2x و 3x تجزیه میکنیم و عدد 3 رو تجزیه میکنیم به 3 و 1. خب این 9x یا 2x مختلف العلامه، ایره منفی و ایره مثبت در نظر میگیریم، با هم ضرب میکنیم به شکل چلیپا، این میشه مثبت 2x و ایره میشه منفی 9x. اگر جمع کنیم منفی 7x، حد وسط به دست میه. پس تجزیه ترینو مساوی میشه یک قوس 2x منفی 3 و قوس دومم 3x مثبت 1. مثال چهارم، c مربع را به cab و ab تجزیه میکنیم و دو رو تجزیه میکنیم به عدد 2 و 1 و هر دویش هم علامه در نظر میگیریم مثبت و مثبت. پس یک قوس، خب اگه ایره ضرب کنیم مثبت 3 ای بی میشه و ای هم مثبت 2 ای بی میشه. اگه جمع کنیم مثبت 5 ای بی میشه، یعنی حد وسط به دست میه. پس ایره هم میتونیم دو قوس تجزیه کنیم طوری که قوس اولیش میشه 3 ای بی مثبت 1، 3 ای بی مثبت 2 میبخشین مثبت 2 و ای بی مثبت 1. خب شاگردای عزیز، عنوان بعدی است تکمیل مربع. در طریقی تکمیل مربع شاگردا، حد وسط از ترینوم شکل x مربع مثبت b x مثبت c ما میگیریم نصف میکنیم، یعنی تقسیم دو میکنیم، بعدا او را مربع میسازیم. حاصلشه که مربع ساختیم، یک بار جمع میکنیم یک بار تفریق میکنیم. پس دقت کنین مثال اول شاگردای عزیز چطور حل میکنیم. ما داریم x مربع منفی 6x مثبت 5، ایره به طریقه تکمیل مربع ما به دو قوس تجزیه میکنیم. پس این مساوی میشود به x مربع را نشته میکنیم، منفی 6x را نشته میکنیم، مثبت 5 هم نشته میکنیم خودش. اینی حد وسط که 6 است ایره نصف میکنیم، تقسیم 2 میشه 3، مربع میکنیم میشه 9، یک بار جمع یک بار تفریق منفی 9 و مثبت 9. این حالی این مساوی میشود به x مربع منفی 6x، این حال یعنی مثبتش نشته میکنیم اینجا مثبت 9. حاصل یعنی مثبت 5 با منفی 9 میشه منفی 4. خب این مساوی میشود به اینی قسمت شاگرده عزیز یک مربی کامل است. از این جذر بگیریم x، از این جذر بگیریم میشه c، علامه از حد وسط منفی، کل مربع منفی 4 رو میتونیم شاگرده عزیز نشته کنیم منفی 2 مربع. پس با دو قوس تجزیه میکنیم، یک قوس نظر به تفاضل مربعات، یک قوس نشته میکنیم که x منفی 3 منفی 2 و قوس دوم x منفی 3 مثبت 2. پس نتیجه سوال مساوی میشه با x منفی 5 و قوس دومی هم میشه x منفی 1. شاگرده عزیز به مثال دوم دقت کنین. برای حل مثال دوم هم اول a مربع b مربع رو نشته میکنیم، مثبت 2 ای بی در کل شه یک دفعه نشته میکنیم، حد وسط 2 نصف میکنیم 1 میشه، اگر مربع کنیم بازم 1 میشه، یک بار جمع و یک بار تفریق میکنیم. پس این مساوی میشود به a مربع
بی مربع مثبت دو ای بی، این اینجا مثبتش ما نوشته میکنیم، یعنی مثبتش حاصل یعنی منفی با این منفی میشه منفی 25، پس این مسئله میشه. ایناله این قسمت شاگرده عزیز یک مربی کامل است، اینی میشه ای بی و جزر از ایم یک میشه، علامه از حد وسط مثبت کل مربع منفی 25 هم نشته میکنیم منفی 5 برامای دو، پس به دو قوس تجزیه میکنیم، یک قوس ای بی مثبت یک منفی 5، قوس دوم ای بی مثبت یک مثبت 5، که نتیجه سوال مساوی میشود به ای بی منفی 4 و ای بی مثبت 6. مثال سیوم دقت کنین شاگرده عزیز چطور حل میکنیم. x برمای 4 منفی 8 x مربع مثبت 15 رو نشته میکنیم، حد وسط اگر نصف کنیم میشه 4، مربع کنیم میشه 16، یک بار جمع یک بار تفریق میکنیم، پس این مسئله میشود با x برمای 4 منفی 8 x مربع مثبت شینجا نشته میکنیم مثبت 16، اینی مثبت با این منفی اگر حاصل شدن ضرب بگیریم میشه منفی 1، پس این مسئله میشود با این قسمت یک مربع کامل است. از این جذر بگیریم x برمای 4، جذرش x مربع است، مثبت 16 میشه 4 و علامه از حد وسط منفی کل مربع منفی 1. خب این حال اینی نظر به تفاضل مربعات، اینی را میتونیم یک برمای 2 نشته کنیم، به دو قوس تجزیه کنیم، x مربع منفی 4 منفی 1، x مربع منفی 4 مثبت 1، پس این مساوی میشه با x مربع منفی 5 یک قوس، x مربع منفی 3 قوس بعدی، که تانستیم ما اینی ترینوم هم به دو قوس به این شکل تجزیه کنیم. شاگرده عزیز ای بود درس جلسه ششم مضمون ریاضی، تا جلسه بعد شما رو به خداوند میسپارم، موفق باشید.